روانشناسی مفید برای زندگی شاد. این موضوع مهم و مفید روانشناسی برای زندگی سالم از نگاه نو تقدیم می گردد. این موضوع را با دیگران شریک ساخته و همچنان بار بار این ویدیو را تماشا نمایید. لطفاً نگاه نو را لایک و سابسکرایب نموده و در ادامه ویدیو مرا همراهی نمایید. شماره 1. پیشرفت ایده ای انگیزه دهنده است. وقتی ایده یا چشم‌اندازی برای پیشرفت وجود دارد، به نظر می رسد که ما بیشتر تلاش می کنیم. بنابراین فعال باشید. در زندگی خود بیکار و آزاد ننشینید. زیرا فعالیت از نظر روانی باعث موفقیت بیشتر شما می شود. شماره 2. لبخند زدن. لبخند زدن سیستم ایمنی بدن ما را تقویت می کند و می تواند به ما کمک کند 7 سال بیشتر از حد متوسط زندگی کنیم. شماره 3. افراد شاد 40 تا 50 بار در روز لبخند می زنند، اما به طور متوسط افراد شاد فقط 20 بار لبخند می زنند. پس به لبخند زدن ادامه دهید. شماره 4. روزی یک بار با خودت صحبت کن. در غیر این صورت ممکن است دیدار با یک فرد عالی در دنیا را از دست بدهی. شماره 5. یک آغوش می تواند روحیه شما را بالا ببرد. وقتی کسی را در آغوش می گیرید یا دست می دهید، دوپامین ترشح شده و این باعث می شود شما احساس خوبی داشته و خوشحال باشید. بنابراین 5 نفر را که دوست دارید در آغوش بگیرید تا عزیزانتان شما را در آغوش بگیرند. شماره 6. طبق ادعای یک مطالعه، تماشای تصاویر زیبای حیوانات در محل کار می تواند برای شما سازنده باشد. شماره 7. آهسته غذا خوردن به کاهش وزن، لذت بردن از غذا، کاهش استرس و به هضم بهتری غذا کمک می کند. شماره 8. پیاده روی در مکانهای جدید یا باز به مغز شما کمک می کند تا ایده های جدید را سریع بیندیشید و خلاقیت را افزایش دهید. شماره 9. تغذیه سالم ترفند برای شاد بودن است. رژیم غذایی سالم در واقع می تواند روحیه شما را بالا ببرد و خلق و خوی شما را بهبود بخشد. افرادی که میوه و سبزیجات می‌خورند از زندگی رضایت بیشتری دارند و شادتر هستند. شماره 10. تا حد امکان کمتر از موبایل استفاده کنید. یک نظرسنجی نشان می‌دهد فردی که بیشتر وقتش را در تلفن همراه می‌گذراند در مقایسه با فردی که زمان کمتری را در تلفن همراه سپری می‌کند 90% بیشتر با استرس و ناامیدی مواجه است. شماره 11. عادت‌های خوب را در خود ایجاد کنید. تغییر عادات زندگی شما را تغییر می‌دهد. شما نمی‌توانید آینده خود را تغییر دهید، اما می‌توانید عادت‌های خود را تغییر دهید و مطمئناً عادت خوب آینده شما را تغییر خواهد داد. شماره 12. وقتی خنده بر لبان دیگران می‌آورید، به نظر آنها جذاب‌تر می‌شوید. بنابراین یک حس شوخ‌طبعی ایجاد کنید که برای تعامل با دیگران در کل زندگی برای شما مفید باشد. شماره 13. یک مطالعه نشان می‌دهد هنگامی که به تازگی با کسی ملاقات می‌کنید، نام خود را به او معرفی کنید. مردم علاقه‌مند شنیدن نام شما هستند. آنها توجه بیشتری به شما نشان می‌دهند. شماره 14. در روانشناسی اثبات شده است اگر کسی را وادار کنید که عاشق خودش شود، او علاقه‌مند شما هم می شود. اعتماد به نفس و انگیزه را در آنها ایجاد کنید که راهنما یا خیرخواه باشد. شماره 15. کفش های شما بسیار مهمتر از آن چیزی است که فکر می کنید.
مردم بر اساس کفش هایی که می پوشید نتیجه گیری های زیادی در مورد شخصیتی شما می کنند. بنابراین یک کفش بسیار خوب بخرید تا از این موقعیت پیشی بگیرید. شماره 16. سفر باعث تقویت فعالیت مغز و کاهش افسردگی می شود. پس تا می توانید به مکانهای ناشناخته سفر کنید تا زندگی سالم و شادی داشته باشید. شماره 17. بیشتر بخوابید یا حداقل 7 ساعت را بخوابید. خواب شما را خلاق‌تر می کند و استرس و درد را از بدنتان خارج کرده اضطراب و افسردگی را برای زندگی بهتر کاهش می دهد. شماره 18. اگر شبها را به دلیل افکار قوی که به ذهنتان می رسد نمی توانید بخوابید، بلند شوید و آن را یادداشت کنید. استرس شما را از بین می برد و می توانید خواب خوبی داشته باشید. شماره 19. اگر هدف خود را به کسی اعلام کنید، برای دستیابی به آن احتمال کمتری وجود دارد. بنابراین حتی در مصاحبه نیز هدف خود را یک کمی مخفی نگه دارید. شماره 20. به گفته روانشناسی، روابط خوب می تواند تأثیر بیشتری بر سلامت شما بگذارد تا ورزش. محققان دریافتند که اندازه و کیفیت روابط اجتماعی افراد بر معیارهای بهداشتی خاصی مانند چاقی شکم و فشار خون بالا در مقاطع مختلف زندگی آنها تأثیر می گذارد. شماره 21. از استرس اجتناب کنید. استرس با افزایش وزن بدن و تولید گرلین بر علاوه هوس خوردن غذاهای چرب، شیرین و گرسنگی مرتبط است. شماره 22. گوش دادن به موسیقی به ورزشکاران یا دوندگان کمک می کند تا بیشتر و سریع‌تر بدود. شماره 23. کودکان اغلب به راحتی می خندند، اما بزرگسالان ممکن است فراموش کنند که در زندگی روزمره خود جایی برای خنده باز کنند. اگر می توانید خنده را با یافتن آنچه شما را می خنداند در برنامه روزانه خود بگنجانید. خنده باعث تقویت ایمنی، بلوغ، تسکین بهبود خواب و شادی بیشتر در زندگی می شود. شماره 24. اشتباهات همیشه بد نیستند. در واقع اشتباه کردن به تجربه شما می افزاید و یاد می گیرید که دوباره آنها را تکرار نکنید. موفقیت از تجربه حاصل می شود و تجربه گرفتن از تجربیات بد. شماره 25. تقویت های غیر منتظره بهترین عمل کرد را دارند. زمانی که پاداش غیر منتظره باشد، شانس بیشتری برای عملکرد خوب در دفعه بعد وجود دارد. شماره 26. وقفه های منظم به ما کمک میکند بیشتر بیاموزیم. طبق نظرسنجی ها، وقفه منظم در حین تلاش برای حفظ کردن به ما کمک میکند تا آن را سریعتر و کارآمدتر انجام دهیم. شماره 27. شما در 66 روز عادت جدید را می آموزید. به طور متوسط 66 روز طول می کشد تا یک عادت خاص چی خوب و چی بد در شما شکل بگیرد. بنابراین در هنگام ایجاد عادت خوب تسلیم نشوید. با تمرین آن به طور منظم ادامه دهید. شماره 28. حسادت ناشی از ناراحتی هاست. به جای اجازه دادن به حسادت بر احساسات شما، بهتر است از خود بپرسید چرا چنین احساسی دارید و روی اهداف خود کار کنید. شماره 29. یک مطالعه نشان داده است که زندگی در آب می تواند شما را آرامتر، شادتر و خلاقتر کند. شماره 30. افرادی که به شهود یا احساس درونی خود اعتماد دارند، هنگام پیشبینی در مورد نتیجه یک موفقیت دقیق تر هستند. با دیدن این ویدیو امیدوارم تحول مفید در طرز تفکر شما ایجاد گردد.
نظراتتان را با ما شریک سازید. از همراهی و همکاری شما پیش از پیش سپاسگزارم.